چرا باید پایان کار بگیریم یکی از دلایل مهمی که پایان کار باید بگیرید درخواست صدور سند مالکیت برای املاک طبق تبصره 8 ماده صد قانون شهرداری فقط به پایان کاره من بیارم این تبصره رو ببین توی ماده 100 تبصره 8 با ماده صد که آشنا هستید بیارم اول خود 100 رو ببینید این ماده صد حالا میریم سراغ تبصره هشتمش که اصلاحی سال 58 میگه دفتر اسناد رسمی مکلفن قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی. گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که در سوی شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مرتب در سند قید نماید تا زمانی که شما ساختمانتون گواهی پایان کار نداشته باشه به شما سند نمیدن یادتونه مراحلش بهتون گفتم گفتم زمانی که شما پایان کار گرفتی میری اداره ثبت درخواست میکنی میان نقشه برداری میکنن صورت جلسه تفکیکی میدن نقشه تفکیکی میدن واحدات مشخص میشه و سند تکبرگ برای هر کدوم از واحدات صادر میشه برای اینکه این, این روند بره شما باید حتما پایان کار داشته باشی و گفتم اگر که پایان کار ندارن ساختمانهای قدیمی معمولا میرن سراغ برگه استحکام بنای ناظری میاد تعهد میده که آقا این ساختمون رو من در واقع دیدم مشکلی از نظر استحکام نداره و بر اساس اون میتونه شهرداری بهش پایان کار بده که توضیحاتش رو دادم پس شما برای سند زدن باید پایان کار بگیری اینجاست که دیگه کار شروع میشه یعنی برای پایان کار گرفتن یه سری مراحل داره من فقط دلایل دیگه هم بهتون بگم اتصال برق آب گاز و خدمات شریک به ساختمان یا آپارتمان هست خیلی از مواقع برای اینکه انشعاب بدن به شما پایان کار میخوان خب یه سری از مواقع هم نمیدن واقعا ولی معمولا انشعاب میخواد برای صدور پروانه فعالیت برای کسب و کار و مشاغلی که در ساختمان مستقر میشن مثلا یه پزشکی میتونه خونه خودش رو بکنه اگه خونش پایان کار نداشته باشه نمیتونه یادتون باشه مهندس هم میتونن اگر ملک برای خودشون باشه مهندس هم میتونن از اون ملک به عنوان دفتر کار استفاده بکنن وکلا هم همینطوره جهت انتقال قطعی سند ساختمان های جدید به نام مالک جدید خب در واقع نمیتونی سند و جابجا بکنی یه چیزی که بهتون بگم مثلا توی مشارکت در ساخت میان طی میکنم میگن آقا وقتی که دیوار چینی تموم شد آقای مالک چون سازنده تا زمانی که نساخته و این کار نشده ای که سند به نامش نمیشه که شما فرض کن که اینا مشارکت کردن مالک زمین آورده سازنده پول و تخصص ساختن شده ده تا واحد تا زمانی که در واقع این تفکیک نقشه ها انجام نشه صورت مجلس تفکیکی و آپارتمان ها هر کدوم سند تک برگش نیومده همه اینا چیه برای مالک دیگه زمین مال مالکه فقط یه قرارداد داره با سازنده میان مثلا توافق میکنم یا آقا بعد دیوارچینی شما مثلا بیا یه بخشی از این زمین و سند زمین رو به نام ما بزن خب برای این شما باز باید پایانکار داشته باشی خب کار تموم نشده میای چیکار میکنی درخواست گواهی عدم خلاف میدی که جلوتر بهتون میگم برای صدور بیمه نامه برای ساختمان جدید هم لازمه که پایان کار داشته باشه در مواردی که ساختمان در معرض خطر باشه شهده میتونه پایان کار رو الزا کنه خب مراحلش هم خیلی پیچیده نیست باز دوباره این مراحل اداریه شما دوباره مراجعه میکنید مثل همون سایت ایروندات بود تهران دات آر و اونجا مراحلش رو میتونی طی بکنی دفتر خدمات الکترونیکی هم یه سری فرما میده مثلا فرم درخواست پایان کار و اینا که اینا رو باید انجام بدی منتها مراحلش این صورته که تشکیل پرونده میدی نوبت بازدید میگیره اون معمور فنی میاد برای بازدید و اگر خلاف داشته باشی میری کمیسیونه ماده میاد چک میکنه ابعاد راپلتو میاد چک میکنه ارتفاع پارکینگ تو طبقاتت رو طبق اون نقشه که دادی و تایید شده نما تو ریزکاری و جزئیات در واقع اصطلاحا بهداشتی میگن و تأسیساتی یعنی اینکه موارد بهداشتی دیده شده موارد تحصیلاتی دیده شده ابعاد پارکینگ تعداد پارکینگ رعایت شده اگر اینا مشکلی نداشته باشه که میری در واقع برای صدور پایان کار که نهایتا دو ماه طول میکشه ولی اگر مشکل داشته باشه میره کمیسیون ماده صد ماده صد بررسی میکنه که آقا ما جریمش بکنیم یا دستور تخریب بدیم و حالا این مراحل طی میشه تا به شما پایان کار بدم پایان کارم که گرفتید میرید اداره ثبت برای در واقع درخواست صورت مجلس تفکیکی و تفکیک آپارتمان ها و سند تک برگشت این هم گواهی ساختمان چیز خاصی نیست یه پایان کار آپارتمانی داریم یه پایان کار داریم برای ساختمانهایی که زمینه این برای آپارتمانه میگه آقا حوزه پارکینگش ایناست پلاک و کد پستی و ابعاد مندرجش زده تمام اون چیزی که در مورد این موضوع لازم داری رو توی این مقاله بهش اشاره کردیم حتما تا انتها دنبال کن و اگر سوال یا نظری داری تو قسمت دیدگاه با ما در میون بگذار ضمنا آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه هم بهت معرفی کردیم که کلی مطالب فنی به صورت دستبندی شده در اختیار گذاشته شده تا بتونی دانش فنیت رو ارتقا بدی